با سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی. بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه اندیشه با دوستان هستید. در سالهای پیش من برنامه تلویزیونی ویژه‌ای داشتم، همه هفته روزهای چهارشنبه. خیال میکنم 4-5 سال این برنامه بود که در این برنامه یک مهمان بسیار عزیز داشتم که با او بسیاری از مسائل روز رو مطرح میکردیم. وقتی که او صحبت میکرد برای هممون تازگی داشت، برای اینکه خاطراتش و بسیاری از حرفهایی رو که برای ما بازگو میکرد یک پنجره رو به ما باز میکرد که ما دنیای خودمون، مملکت خودمون، تاریخ خودمون، اینها رو بهتر ببینیم و بهتر بشناسیم. مدت ها بود که این دوست عزیز من یک کمی دورتر از ما بود، با هم تلفنی صحبت میکردیم، به قول ما شیرازی ها هر از گاهی یک تلفنی صحبت میکردیم، اما همیشه دلم میخواست که ازش خواهش بکنم که باز هم به یکی از برنامه های اندیشه با دوستان بیاد که بسیاری از خاطرات گذشته رو دو مرتبه زنده کنیم و او باز پنجره ها رو به روی ما باز بکنه و ما خودمون رو، تاریخمون رو، وقایع روزمون رو بهتر بشناسیم. به هر حال او دعوت منو قبول کرد و خوشحالم که امشب با او هستم. خانم ها، آقایان، آقای علی مسعودی، نویسنده، روزنامه نگار، نقاش و یکی از تحلیلگران به نظر من به نام در خارج از کشور. علی جان بسیار خوش آمدی به برنامه. سلام آقای کاردان. در صورت این دیدارا که تجدید میشه آدم خوشحال میشه، چون من یه اعتقاد خیلی عمیق دارم که شما به مناسبت آشنایی که با سالهای سال گذشته از شما داشتم یکی از آدمایی هستین که کمتر نظیر دارین. را نمیخوام بگم نظیر ندارین. در صورت خوشحالم. ما نشستیم فکر میکنیم سرزمینمونه، سرزمینی که دوستش داشتیم، دوستش داریم و دوستمون خواهیم داشت. من هنوز صبح که میشه هنوز جا متشخیص ندادم، محل زندگی متشخیص ندادم، فکر میکنم از چه راهی برم توپخانه، آخه از کدوم خیابون. بله، نمیشه. آدم چرا اومده بیرون 14-15 هزار مایل این برتر، ولی اونجا زندگی میکنه و ناراحته. مردمانی که روی گنج، روی دریای نفت خوابیدن، حساب بکنین 2 میلیون فقط بچه خیابونی داره. بله، آدمایی که بچه های کوچیکی که چند تا آدامس میذارن جلوشون میفروشن و ناله میکنن و آدم کاهی پولی جلوشون میندازن و بعد سران کشور رو نگاه کنین، آخوندها رو میبینه که جلوی هر صحبتی که میکنن میخوان از توالت هم که اومدن بیرون بعد دسته های گل بزرگ رو میزهاشون باشه. این یه وحشتناک، یعنی هیچ سرزمینی دولت و مردم انقدر از هم جدا نیستن به هیچ ترتیب. اصلا خجالت میکشن، شرم میکنن. مگه میشه انسان تو خیابون راه میره با ماشین اسکورتش راه میره، بچهای خیابونی، بچهای 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله که بارها و بارها و بارها در شبان روز همزر جنسی بهشون تجاوز میشه، یا روزی 7-8 تا هواپیما دختر ببره تو دبی و ابوظبی و این بر اون بر که یه ماهی کاسبی بکنن، بعدم پدر مادرشون فقط دعا بکنن که ایشالله ایدز نگیرن، شانک نگیرن، سفلیس نگیرن از این مشتری های پاکستانیشون. نه، اینا ما در هیچ زمانی سرزمین ما به این نکبت و بدبختی نبوده. یه چیز عجیب و غریبه، مثل شرف مرده، مثلا چشم مرده، بینایی از بین رفته، گوش همه کر شده، مثل اینکه یه مشتن بخواد بچاپن، چپاول بکنن و بیان به بیرون. ما اینجا هر روز میبینیم که همینطوری آدم ها میان، آدم ها کمیته دارای سابق، گردن کلفتای لاتوپوت سابق، صاحب پول و پله زیادیشون. حساب کنه یه راننده مدیر عامل بانک مرکزی یه فکر میکنه 6 میلیارد آقا پول پلی اینه، آقا پلی این برای چی کام میکنه؟ 6 میلیارد آقا شوخی نیست. 6 میلیارد دلار این کاری یه دونه نصف هندوستانه میشه باشه، یه سال راه بردش مردمشو. در هر صورت
روزگار بدیه آقای کاردان، روزگاریه که آدم گاهی احساس میکنه که میشه بدون سر صدا راحت بشه. بله، این در صورت درد دل یه صحبتیه، جایی آدم نگاه که میکنه میبینه اون سرزمین رو ازش نمیتونه ببره، نمیشه به هیچ طریق. خصوصا ماها که موقع ناسیونالیست بودیم، ماها که تو خیابون تا میدویدیم، راه میرفتیم، پا به زمین میکوبیدیم، میگفتیم آقا 17 شهر قفقاز ما میخواییم. بله، آره، حساب کنه اگه اون رو هم گرفته بودیم چی میشد. اونا چقدر بدبخت تر از بدبخت بودن تو اون اتحاد جماهیر شوروی. این دوربر ما، این جمهوری های بدبخت زده بیچاره بودن. الان شما اگه میخواین امروز فیلمی هم تهیه بکنین که 100 سال پیش تهران نباش بدین، بعد بریم باکو، بریم تو همین جایی که روسیه شوروی این سفیدای روس بهش حکم فرمایی میکردن. در صورت این، حالا خوشحالیم در خدمتتون هستیم و میتونیم یه مقدار مسائل روز بگیم، از این جهت بگیم که نگن ما خر بودیم. خیلی بده، خیلی بده بگن آقا نفهمیدن اینا. یه رو آقای اوباما بگه اینا خرن، بوش بگه خرن، آقای کری بگه خرن، این حسن فریدون بگه خرن، اون بگه خرن، همه بگن اینا باش خرن، ما هرچی میگی اینا گوش میکنن، هیچ هم نمیگن. آقا کاری ندارن به کار ما، نه نیستیم ما، ما هوشیاریم، خیلی آدم ها هوشیارن، میدونن چه بلایی در سرزمینشون اومده. گاهی شما ملت ها میبینین که خب ملت هایی هستن خیلی خوبن، دولت ها بدن. یه موقع استمرار استبداد توی کشورها مردم رو فاسدتر از دولت میکنه. بس. اون وقت اونجاست که شما گیر میافتیم، گیر میافتیم این چه زحمتی داره، این آدم پابریده، دست سوخته، چش در اومده، محضر بخورده رو یه بعد بگیریم بشین اصلا انواع کارشناس های مختلف و از همه جای دنیا بخواییم بگین آقا بیاین مالجهش بکنین سرزمین رو. این سرزمینی که کار توش وجود از ساخت بودجه خارجی نداره، تولید وجود خارجی نداره، همه بیکارن، 30 میلیون نفر توی شهری زندگی میکنن، دستشون تو جیب هم دیگه است، هیچ کس هیچی تولید نمیکنه، هیچی نمیگیره، کارخانجات مختلف بسن، میگن مواد اولیه که ما میخواییم بخریم از قیمت تموم شده در چین هستش به ما این گرونتره. حالا میگه خب یه سپاه پاسدارا وارد میکنه، میگن آقا خب بیا شما بنکدار بشین، شما پخش کننده بشین، ولی آدما صبح هیچ امید و آرزویی ندارن جز اینکه روز امروزشون و فردای خودشون رو بشه امنیت قضایی و جا و مکان و لباس بهش بدن. خیلی بده، و همه هرس میزنن که کولای زیادتر بدارن، بیرحمتر باشن، و یه جای عجیب و غریبی شده دیگه. ما اینو نمیشه، و چه خوبه این فرنگی ها فارسی نمیتونن. نه والا ما باید خیلی سرمون وقت پایین میشود، یعنی ما میگفتیم آقا این چه جوریه. یه روز چند وقت پیش نشسته بودم، یه استاد دانشگاهی هستش مولام یوسی ارمان اومد که آقا این شما چقدر اینجا ایرونی زیاده. گفتم خب زیاده دیگه، اینا محصلن اومدن بگردن، خب اینجا هستن، اینجا قشنگ، اینجا خوش آب و هواست، ما اصولا ملتی هستیم خوش آجای خوش آب و هوا دوست داریم. اون موقع تا یه فرصت گیر میورده جوستونک و میگونه این ور اومد، گفت نه من خب ببینم آخه چقدر اینا، هرچی من میرم اینجا ایرونی هست و ایرونی فارسی صحبت میکنن، بر چی اومدین اینجا؟ گفتم والا میتونم از چند تا سوال بکنم جوابشو خودت بده. گفت اون چیه؟ گفتم که شما چند تا زندان اینجا داریم؟ گفتم 300 تا 400 تا تو این کالیفرنیا جنوبی، شما هر کانتی یه زندان داره. گفت بله. گفتم چند تا زندانیه؟ حالا بازم نمیتونم. گفتم ببین، گفتم تو چقدر نادانی، اینجا زندانی شما داری، اینا کیان تو زندانن؟ گفت اینا دزدن، چیپ برن، ریپ میکنن، تجاوز جنسی میکنن، اینطورن، دیوانه هستن فلان هستن. هی گفت بونم. خب درست، یه روز تو صبح از خونه بیای بیرون، یه رفت بهت یه فوشی بده، یه ناراحتی پیدا کنی، بخوای بری سراغ پلیس، بعد نیا کنی تو ماشین های پلیس اینا نشستن پلیس ها رو رو کشتن، چی میشه؟ و بالا یه قایق هم دارم میزنم باب در میرم باقی تو باقی روز خودم غرق میکنم کنم. همین ما هم برای همین اینجاییم، ما هم زدیم به اقیانوس و زدیم به دریا و اومدیم تو این سرزمین، هیچی هم نمیخوایم، ما اهل هیچ جا نیستیم، هیچ گرایش مکتبی خاصی هم نداریم، اینایی که اینجا اصلا نه چپن نه مجاهدن نه خلقن نه فلان نه محاربه با خدا هستن، اصلا جرأت نمی کنه با خدا که اولی که عرض بکنه. یه جایی بوده
حرمتمون توش شکسته شده. ما معمولا وقتی یه نفر دو سال از خودم بالاتر بود میگه آقا جو اسمت کوچیکه من استاد کنم، بگو علی، بگو حسن، بگو. نمیتونم بالا، شما از من بزرگترین. بعد یه دفعه یه مملکتی میشه شما رو یه آدم جلنبور نمیدونم کوچک از نظر مغزی جلو ماشینتون میگه مرد دیگه بزن عقب صندوق دور، مرد دیگه یا دیگه مرد که جاکی شد این موقع شب چیکار میکرده بیرون؟ ببینید یه مقدار حرمت شکنی انسان ها انجا در رفتن یه مقداری به خاطر اینکه حرمتشون شکسته شده. حالا چی شده نمیتونه از همه دنیا جدا باشه. این سرزمین ما، سرزمین پاکستان، کنارش هندوستان، کشورهای عربی، سوریه، لیبی، همه اینا رو شما نیا کنید یه سرنوشت با هم پیدا کردن، سرنوشتی که اونجا رو غیر مسکونش بکنن. یه روزی من یادم میاد زمان دکتر فاطمی، مرحوم دکتر فاطمی روزنامه داشت باختر امروز در میامد تا 28 مرداد، آقای آیزنهاور در کنتیکت امریکا نطق انتخاباتی داشت، مطیع نظامی بود، یه گفت آقا جون ما یه بمب بعد بندازیم با بعدون این خاورمیانه رو غیر مسکون کنیم که هر روز مثل یه مصدقی پیدا نشه بخواد نفتش رو ما ببنده. وقتی غیر مسکون شد ما میریم اونجا نفت رو میپوشیم بیرون. این نفت مال همه دنیاست، این سرمایه است که خدا به همه داده. ولی اینا نه، اینا خیلی آدمای اذیت بکنه ناجور بی تربیتی هستن. خب اون روز این نظامی بود و یه همچین حرفی زدش و هم خندیدن. ولی حالا فلواقع میبینی اونجا رو غیر مسکونش کردن، یعنی انسان توش بند نمیتونه بشه، مغز میاد بیرون، شاگرد اول میاد بیرون، شاگرد دومه میاد بیرون، اونی که 5 تا عدد زده 60 میکنه اون میاد بیرون، هرچی آدم شما میبینید بعد تحصیلات ابتداییش میکنه بازم میاد بیرون، تشکیلات اینجا قرار میگیره، در حسرت اونجا غیر مسکون شده. اوکی، اجازه بدین که اولا با آقای علی مسعودی صحبت میکنیم، دوست عزیز ما که عقاید ویژه خودش رو داره و من همیشه بسیار دوستش داشتم به خاطر صداقتی که داره. در بین صحبتات اخیرا گفتی راجع به باختر امروز، مرحوم دکتر فاطمی و نفت و اینها. خیلی کوتاه برای اینکه خیلی سوال دارم ازت، ما الان در 28 مرداد زندگی میکنیم، 28 مرداد 1332 که خیلی ها معتقد بودن که کودتا بوده، خیلی ها میگن قیام ملی بوده. من و شما، من که اون موقع خیلی بچه بودم ولی شما جوانی بودی در اون موقع، واقعا 28 مرداد چی بود؟ ببینید اولی که این مرداد ما به نظرم 23 روز کم میشه جدا، برای اینکه وقایع بسیاری از خدمت هم امضای مظفرالدین شاه که تو اون اتاق کرد دست کمالالملک گفت بریم نشون بدین که ما گرفتیم، حکم گرفتیم مجلسی باشه و مصاحباتی باشه و عدالت خونه ای باشه و فلان بشینا. بعد 28 مرداد شد. من یادم میاد روز 25 مرداد صبح رادیو خبر داد که آقا دیشب خواستن کودتا بکنن، نصیری اینا رفتن در خونه مصدق نصف شبی ساعت 1 بعد شب بهش ابلاغ کنن دیگه نخست وزیر نیست. پیش از اینم که برن رفتن خونه وزراشو گرفتن کردن زندون. دکتر فاطمی هم یکی از اونا بود. از مردم دعوت که جبهه ملی، دکتر فاطمی و شایگان اینا که بیان آقا دم مجلس جمع بشن اطلاعشون برسونیم. ما اون روز مثل بچه های همه حزب ملت ایران، همه بچه های ناسیونالیست همیشه تونجا ولو بوشیم توی دم مجلس. خدمتتون عرض کنم بلنگو رو گوشتن در یه بالاخونه بودش روی میدان بارستان، آقای دکتر فاطمی اومد، آقای شایگان اومد، اینا اومد، منم کنار رفتم بالا نشستم واسه بالا آقای دکتر فاطمی، به مناسبت اینکه در روزنامه‌اش تصحیح می‌کردن شب از بعد از بعد از اون که مدرسه می‌مدن تا شب. بله ناصر خدایار هم طرف رادیو بود پخش می‌کرد اینا. بله اومدن و گفتن که آره گرفته بودن دیشب کودتا شده، چون کودتا بود، یعنی آدم ها رو نمیگن زندان، وزرا رو که زندان نمیتونن بکنن، میان مثل آده بچه آدمی زود آقا میگن آقا تو افتادی طبق اختیارات ما نوری کنار نصف شبی گرد. بعد همین موقع یه جلد سقیل جاسب هم رد میشود اونجا، هیچی، گفتن مجسمه رو بکشن پایین، کشیدن پایین. از اون لحظه شروع شد ماجرا، شروع شد. شاه هم رفتش بغداد و از اونجا هم رفت به عراق.
اون چیزی که مهمه اون گارد شاهنشاهی هم خلوص صلاح شد و کلانتری هم مثل همیشه ما ارتشمون قوای انتظامیمون هر وقت خطر میشه بی‌طرفی رو اعلام میکنه. مثلا این کار هم میشه ما هم سوم میشه علیبر اینطور شد هم بعد زمان انقلاب شد اینا کلانتری هم گفتن ما نیستیم پیه. یک دفعه 5-6 هزار نفر منسجم با گلای اخرا دستشون قلمو دستشون آخر ریختن تو خیابونا یه مشتن با مشعل و با کوکتل مولوتوف که من اصلا این روسا میخوانم بمب بزنم کوکتل مولوتوف میندازن اسمو بله روسیه دیگه آقا ریختن رو حزب ملت ایران و نیروی سوم و انجمن سوسیالیستای خداپرست و حزب آریا و سومکا و تمام حزب ایران اینا آتیش کشیدن کشیدن خب سیبیلا معلوم بود استالین موقع همه همین چپای دوست داشتن عجیب حزب توده ای سیبیلا اینا به سرعت اسم خیابونا رو عوض کردن تمام خیابونا شد خلق داغ و چکش و مردم از وحشت مردن الان خصوص تهران که بعد از سالهای 24 اینا مهاجرین آذربایجانی اومده بودن توش مهاجرینی که زمان فرق دموکرات ترک وطن و خونه و شهرشون کرده بودن اینا میدونستن آقا این چپ بیاد یعنی چی شوخی هم با کسی داره میزنه میکشه میبرد بله اینا وقتی آتیش زدن شد 27 و 27 مرداد ما رفتیم منزل مصدق و با فروهر اینا بودیم ما بچه بودیم اونا گفتن قربان اسلحه بدین که اسلحه که چی بدم جنگ بشه هم دیگر بکشین تو خیابون ول کن آقا یادم میاد این آقای حیدر رقابی بودش همین که شعر مرا به بوسه گفت آقا میان شما رو میکشن بکشن آقا من جنگ داخلی را نمیندازم ولی مردم به شدت مردم ترسیدن از این حرکت های کمونیست ها و چپ ها و اینا تا روز 28 مرداد شد 28 مرداد یه دفعه آب شدن رفتن زمین چپیو به طور مطلق دیگه تو خیابون این رسته نبود یعنی بعد از اینکه مردم رو ترسوندن مردم رو آماده کردن که شاه برگرده من خودم یادم میاد تو حیات حزب بودم مرحوم فروهر با مهندس حسیبی اومدن گفتن که ما باید بریم چکمه شاه رو ببوسیم از روم بیاریمش وگرنه مملکت رفت دست از دست اروس اومد آقا همه چیز خورد البته علتش آدم بعدم میفهمه که این جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی این آذربایجان تاجیکستان ترکمنستان اینایی که وجود داشتن اینا در نهایت فقر و بدبختی زندگی میکردن زمان حکومت استالینی و روسا همیشه میترسن از نهضت های ناسیونالیستی از اینکه مردم یاد وطنشون بندازه یاد هویتشون بندازه اینها اینو نمیتونستن بپذیرن حکومت ملی مصدق شما نیا کنید بعد از اینکه ساقط میشه 4 تن طلایی که ما داشتیم به روسا که به مصدق ندادن یه بشکه نفت چقدر اینو دادن به حکومت زاهدی بله این 28 مرداد دروغ نوشته شده اولی که تو مملکت ما آقای اینا که سواد دارن مثل این بعد دروغ بنویسن نمیتونم چه مرضی ما داریم قلم که دست میگیریم راست میره کنار من یه دوست داشتم اینجا آقای فرخ نیا ایشون استاد تاریخ بود اونجا معاون وزیر شد اولین سه سپاه دانش اون درست کرده بود اینجا در شهر ما زندگی میکرد یه 3-4 هزار تا کتاب داشت تو خونش 3 طرف دیوارش این کتاب ها چیده شده بود حالش خوب نبود گفتم آقای فرخ نیا این کتاب ها رو بدیم بگه کتابخونه ای چیزی شما که دیگه نمیخونین که گفت نه این کار نکن درست مثل که مرگ موش تو قضای مردم بیفتی گفت اینا که هم میبینی یک کلمه حرف راست توش نیست تمام این تاریخ تمام این خاطرات همه دروغه اینو فقط مردم میخونن هر کسی هر کتابی رو میخونه با اون یکی اون کتاب خونده مخالفه فکر کنه اون یکی درسته این شام کنه اون درسته بعد این همه ناراحتی ما اینجا که نمیتونیم یه جمعی رو درست بکنیم یه حزبی رو درست بکنیم یه دستی رو درست بکنیم این که به 50-60 دروغ مختلف ما باور داریم اینا رو بسوزونین آقا بده خب چرا شما خودتون نمیسوزونین گفت این دیواره من تمام خش و خاش داره روش این کتاب رو بردارم بعد رنگش بکنم
کتاب ها شکل داده، رنگ داده. بله، ما متاسفانه راجع به 28 مرداد چون رسم برای این بود که وقتی شما بیر انتلیکتویلی روشن فکرین چپین، خب یه نفر که انتلیکتویلی یا باید بنویسه یا باید شعر بگه. شعر نمیشون بگیم سفید میگفتیم، میخواستیم نویسنده بشیم. تمام مطبوعات ایران همین آدم های انتلیکتویلی که فکر میکنن نوشتن یه کاری وظیفه است اومدن نشستن سرش. همه این نقش چپ و نقش اتحاد جماهیر شوروی رو اصلا گذاشتن فراموش کردن. گفتن آقای امریکایی اومدش 75,000 دلار کرمی روزبت اومد دادش با آقای رشیدیان، اینجا مردم رفتن خونه هاشون دیگه نیومدن. ای بابا، آخه تو یه ملتی رو، ملت به این بزرگی، یه همچین احساساتی که کلفت خونه ما علنگواشو میفروشه میره قرض ملی میخره، تو کشن کنار به خاطر همین اون 75,000 دلار. این دروغ همینطوری مونده، دروغ ها تو سرزمین ما میمونه، میماسه، کبره میبنده، کلوفتر میشه سطحش، بعد هم بیره بشه که هم در جا. تا هم میگه 28 مرداد میگن کودتا، بعضی هم میگن قیام. این وسط گیر میفته فردا آقای بختیار که میاد متخص پذیر میشه پشتش عکس مصدق رو میشه. خب این آدم خوش باور باور نمیکنه. خب تو سینه هر آدم نظامی از گروهبان گرفته تا سپهبد یه مدال 28 مرداده که قیام میتونه. این همینطوری این ماجرا پشت سر هم وجود داشته، وجود داشته، وجود داشته. امروز هم ما نگاه میکنیم میبینیم هم سازمان اطلاعات امنیت کشور مدرسه فیضیه رو قلق خودش میکنه که آخوندهای درست کنه، ائمه جمعه درست کنه که اینا در تهران پراکنده، در ایران پراکنده شن، یکم چپ. اون چیزی که ما به ارث بردیم آقای خمینی رو کسی نمیتونست بخره. آقای خمینی هم صاف و درستی بود، یه مالک بود، یه مالک خورده مالک بود، 3 تا 4 تا باغ داشت، درختاش هم خودش کاشته بود. اینو میان خب اصلاحات ارضی میتونه کنه، این مخالفه. ولی یه جا رو توجه نکرد آقای خمینی که چی شد تمام دولت ها و تمام دستگاه های بزرگ جهانی همه با هم دست به یکی کردن این رو بودن کردن اونجا. خودش هم اصلا باورش نمیشد چرا اینو گذاشتن، اینو با این همه خشمش، با این همه چیزش چجوری کی آورد بالا، کی آوردش تمام هواپیما از اونجا ایر فرانسی که اگر 1 در 1,000,000 خطر داشته باشه مسافر سوار نمیکنه، این چطور بود؟ بعد این سوار بلیزر بودش، یه دفعه هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی چرا اینو بلند میکنه برد بهش زهرا، خودش ایوونی نفهمید اصلا، به طور مطلق متوجه نشد که چی داره میشه، به چه مناسبت یه آدم عصبانی، یه آدمی که فکر میکنه یه مدینه فاضله میخواد درست کنه، یه جایی درست کنه که همه مستضعفین توش خوشبخت باشن، فلان باشن و بهش اعتقاد داره، چی شد؟ اینا چی هن دنبالشی گرفتن؟ از امریکا و از این ور، از لیبی و از همه جا آدم میدورین میگیره، میشن مشاورش، آشپزش، یا خب سالات چی دوست داری؟ مصخیار دوست داری؟ میتون بدم شد. این چی شد؟ چرا این علمش کردن؟ یه توطئه بزرگ جهانی، یه نوع اینی که دنیا دیگه دست سیاستمدار نیست، متاسفانه دست فیلسوف نیست، دست اندیشمند نیست، یه حکومت کورپوریشن هاست. اونی که آب میسازه بطری میکنه، با اونی که دارو میسازه، با اونی که فشنگ میسازه، با اونی که خدمتتون عرض کنم توپ میسازه، هواپیما میسازه، اینا هم یک ملک شدن. اینا دنیا رو به آتیش میکشن. تمام کنگره باید آدمای اینا باشن. 30 میلیون 40 میلیون دلار آدمای خوب دیر میارن، بچهای شاگرد اول کرد تو این دانشکده میان بیرون فارغ التحصیل میشن، یه بوت اونجا خورده مأمور استخدام فلان شرکت، همه شرکت ها نشسته این مغزه رو صاف استخدام میکنه. اداره شهرداری شهر که اینا رو استخدام نمیکنه، یا شما برای سرزین اندیشه که از اینا نمیارین که. اینا هی قدرتمند میشن، این مغزها رو در خدمت میگیرن و چیزی درست میکنن. دنیای امروز، دنیای امروز که شما واقعا نمیدونین چه خبره. یعنی امروز با این تکنولوژی بالایی که رفته پیش، انقدر رفته، یه آدمی تای چین با یه هک کردن توی کامپیوترش میتونه موشک‌ها رو از آشیانه بیاره بیرون. خیلی ساده است. دنیا دم یک پرتگاه وحشتناک. و خب این کورپوریشن هم که ایده سیاسی، آرزو، انسانیت، حقوق بشر، اینا هم که سرشون نمیشه.
شما بهترین آدم دنیا، آقای کاردان فردا میکنن رئیس کارخانه فشنگای 17 اینچی، میگه آقا 40,000 تا کارگر داری؟ اینم این آقای کاردان خوشش میاد جنگ، حالا بری پایین بیاد. یه بونسی داره که خانمش رو خوشحال میکنه وقتی بره خونه، اون آخر سال میگیره. این جنگ رو دوست داره، اون آب فروش جنگ رو دوست داره، چون تا بطری آب و آب میبره از مبدأ تا میرسونه شمال افغانستان یکی $5 پولشو میگیره. اون کاروانی که این بره بالا بعد با طالبان بسازه، بگن کامیوناشو پنچر میکنن. میبینید همینطوری به هم وصله، فساد پشت سر فساد پشت سر فساد پشت سر فساد، یه دنیایی ساخته که آدم میترسه، میترسه از بچه‌هاش، نوه‌اش، اصلا بشریت. اینقدر مگه میشه همه چی بمیره؟ اینقدر همه چی بدون واقعا عیب باشه؟ من نگاه میکردم چند روز پیش یه کتابی دارم، سرزمین پادشاهان، The Land of Kings، نگاه میکردم دانشگاه تهران، دخترها پسرها اینا که نشسته بودن، آرایش اینا رو نمیکردم، لباسها اینا رو نگاه میکردم. حالا همین برای یا حسین یا میر حسین اینا کردم، خاتمی سبز و مبز اینا رو عکسا رو میبینم، نگاه میکنم میگم خدایا این چه لبای همه انقدر درشت شده، چقدر ماده تزریق کردن، این ابروهاش انقدر بالا رفته، این ابرو کجا که این ابرو جای اصلیش کجا بوده، لب این کلوفتی موجه نگاه میکنی وحشتناک ریمل و اینا، 5-6 نوع کلاهک مختلف رو سرشون گذاشته، ولی روسری سرشونه، نه روسری ها اصلا همش تریده، بات میخوره بهش فلان میخوره. شما نیا کنید میبینی این آدم ها خوشون رو برای فروش آماده کردن، اینا گوشن در مزه خرید، فکر میکنه با این شکل ریخ نونش تامین میشه، پولش تام، زندگیش تامین میشه. انسان که اینا مال این کارگاه های جنسی آمستردامه که اینطوری خوشون رو بزرگ کنم بیان بیرون که چی؟ نگاه کنید انسانیت میبینیم مرده، آدمیت مرده، انسان ایرانی فروشی شده، بدبختی قفش هم از بین رفته. خب این خیلی بده، پسرها رو نگاه کنی همه دماغ عمل کرده. ببین آدمیزاد همه زندگی شده ظاهرش شده، این بسیار وحشتناک، این مردم دیگه اصلا خوشبخت نیستن. بعد که کنی توی یه مملکتی که میگن با چه مستصفانه، من یادم میده حاج عباسی بودش وزیر شده بود، وزیر کشاورزی شده بود اول انقلاب، این گفت میز طاغوتی، آقا من رو زمین میشینم. فیلم برداری رفتن دیگه برای آقا عباس رو زمین گرفته نشسته. حالا شما نگاه کنین این مراسم خدمتتون عرض کنم، این مقابل نامه نوشتن، موافقت نامه نوشتن، شما نگاه کنین لباس ها، آدم ها، گل گل گل، آقا میلیون ها تومن پول گل میدیم بیزدین که چی؟ مگه آخه این شما گفتم در مقابل چیه این ور؟ 2 میلیون بچه، باور کنین این بچه هایی که تو این کارتون میخوابن، آدم نگاه میکنه بعد بخواد از دولت با این کارتون بزرگتر جنس وارد کنه بالا، اینا جا پاهاشون رو جمع نکنن تو شب. شما چجوری آخه روتون میشه که بعد ماشین های لمبرگینی و اون رو تو خیابون با هم بی کورس بذارین بازی بازی بکنین؟ بچه های همه این رجال ایران بدون برو برگرد همه در خارجن، زنشون در خارجه که اینا آدم بشن. هم دیگه تو آدم نمیتونی بسازی، اینقدر اوضاع خودت میتونی خرابه. آقای فریدون، آقای کون، آقای حسن فلان، آقای روحانی، آقای بهمان، همینطوری این دوز دوز وقت میگردن در شوشتر، بیچاره یه نفر پیدا کردن دوزی کرده، میگن یه پای چپش بپوشین ببرین یکی دست راست شد. همین چند روز پیش اجرا کردن، یعنی مثلا این 10 میلیارد بلند کرده، 20 میلیارد بازی کرده، این فلان کرده، همه راست راست میگردن. قوانین اسلامی در اونجا، من نمونه های عجیب و غریبی دارم، اصلا یه مش حتی نشستن مهار نشون کردن در خارج از آدم هایی در رفتن که چجوری اموالشون رو بگیرن، چجوری سرشون کلا بذارن. ولی این خدمتتون از کنم، اینا همون نتایج 28 مرداده. وقتی 28 مرداد انجام شد، اون آدم هایی که آرزومند بودن ساکت شدن، یه گوشه نشستن، شعر گفتن، نوشتن، گوشه زدن. از اون روز مد شد که پول 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 پول، همه چیز با اون میشه خرید،
همه ناامید شدن، همه معتاد شدن، همه رفتن سراغ تریاک، رفتن سراغ هروئین. و بعد حالا که اصلا یه چیز عجیبی شده، آدم ها فرار میکنن تو دریاها، حالا غرق میشن. آقا ماهیگیرای قایقای ماهیگیری مکنده که ماهی رو میکشه بیرون، اجساد بعد بکشه بیرون. در صورت به این 28 مدت جدن داستانی، آقای داستانیه، نمیگه کسی راستشو، نه، یک کودتای روسیه به تمام معنی در ایران اتفاق افتاد. آمریکا نه، آمریکا بذل و بخشش بیاد، آمریکا سعی میکرد که به ما بهت بخوریم، دیدته میداد، مالاریا رو بین بردیم، اون رو بین بردیم. نه، دنبال این چیزا اون روز نبود آمریکا. خب اجازه بده بریم به سراغ امروز. سوالات بسیاری دارم از شما علی عزیز. این توافقنامه‌ای که اخیراً شده خبر نخست وسایل ارتباط جمعی جهان، از اوباما گرفته تا آقای روحانی گرفته تا مردم گرفته تا مجلسین گرفته، تو ایران هر کسی داره اظهار عقیده‌ای میکنه در موردش، در مورد ساختن بمب اتمی، در مورد اینکه نمیدونم الان سانترفیوژا چند تو باید باشه و غیره و اینا. این داستانش چی از نظر شما؟ خدمتتون عرض کنم آقای کارد، من پیش از اینکه این اصلا ماجرا شما صحبت شروع بکنین، بازم میرم دنبال خاطراتم. یه روزی ما بچه بودیم، سنمون 7 8 سال بود، رفتیم دماوند، روز عاشورا بود، رفتیم تعزیه بود. تو اون تعزیه شمر داد و قال کرد، فحش میداد چت آباد فلان، اونم ای حسین دماوندی خیلی التماس میکرد آقا ولم کن، کاری نداشته باش، من میکشم بهت، میزنم بهت، فلان میکنم. خلاصه یه طوری هم که ما فکر کردیم که حسین کشته شد، پرده افتاد. ما بچه عصبانی باور کردیم که آقا این شمر به دست یک عجب ناکسیه. رفتیم یه پاره امام، یه قلب سنگ برداشتیم، اومدیم بریم شمر رو بزنیم. بالاخره کاریه دیگه، امام حسین رو کشتیم. اومدیم چادر پشت قضا کشیده بودن، این شمر دست انداخته گردن امام حسین. امام حسین هم اینطور این گوشت بنده مرغ میزه تو بشقاب، اون مرغ میزه تو بشقاب. حالا این توافقنامه که درست شده، اینا گرفتن چندین وقت و چندین سال و چندین نشستن حرف با هم میزنن، یاد اونا افتادم، دیدم اینا همه مال یه جنگن، اینا مال یه مافیان، این بره مذاکره، این بره مذاکره، اون بره مذاکره. یه اروپایی، آقا این اروپا خدمه گرسنه است، همه کارهای دستی، زیبایی، هنر، آرت، پارچه، نقش پارچه، دودمه سازی، همه رو بردن چین، همین کورپریشن ها بردن اونجا. این اروپایی گرسنه شده، یونان گرسنه شده، فرانسه گرسنه بود. فرانسه بعد 2 سال پیش 3 سال پیش ورشکستگیش اعلام میکرد. 43 میلیارد این آقای قذافی ایوانی اونجا پول داشت. یه روز این آدم خر شد، گفت آقا این افریقا که مهمتر از اروپاست، که من یه بانک افریقا درست میکنم، افریقا رو میکنیم ایالت متحده افریقا، دوستش گنده بشه، بزرگ بشه، خیر بشه، بزنین همه حاجی که میرن حج. اگر میرفت تموم بود چیز این پول اروپا، نه فرانسه. فرانسه ما گفت آقا جون من که دیدین تو عراق بهتون کمک کردم، تو افغانستان هم کمک کردم، حالا اینا مطلب بگیریم بکشیم، بگیریم بکشیمش. هیچ جای دنیا اینطوری یه نفر رو نمی کشن، ببرنش جمع بکنن بغل یه پول گیرش بیارن، بعد تلفن کنن یه چاقو کش بیان این تیکه تیکش بکنن. آدمی که به محصلینش ماهی 6000 دلار تو خارج پول میداد، نه آب میدادن، نه پول برق میدادن، برای همه خونه ساخته بود، عروسی میکرد، همه دنیا باید دوشه کار بکنن. حالا امروز اهالی لیبی به دریا میزنن برن تو ایتالیای گدا کار بکنن. میدونی این حالا اومده میشه که آجا ما این پولای نفت ما میخواییم این از این چیز اروپا با ما بدین، آخه ما زیر بار تحریم شما دیگه نمیریم به امریکا. تحریم بی تحریم آقا، دارن پولا همه از بغلده از هندوستان سر در میره، پشت در میره، از دبی سر در میره، ما نمیریم. اینجا اگر موافقتی میکنم، میگم موافق نوشته شده اینه، میگن هیچ نیست. ما این سنترفیوزا رو که ما از بازار حلبی سازا که نخریدیم، که قربونت از همینا خریدیم. ما از
همینا خریدیم. این اتم، این راکتور اتمی زمان خود امریکایی هم شرکت کردن در مناقصش، یکی برد یکی دیگر داشت، یکی دیگر روسا سال داشت تمومش میکنه. نه ببین، ما اصلا این کاره نیستیم. ما هنوز جوالدوزی که تش سوراخ باشه نخط توش هست نمیتونیم بسازیم. آخه این بمب زباهن میخواد، پولات میخواد، این بدنش آخه نمیشه که. البته امکان داره یه روزی به ایران بدن در مقابل پاکستان، این پاکستانی که خودشون دارن جای آشوب درست میکنن، میلیاردها دلار پول نفتی عربستان سعودی اینجا میره که خرج مدارسی باشه، بچه ها قرآن بخونه کلشون تکون بدن، توش بوم یک همهش ببنده درست میشه. اینا میگم بدبختی میکنه ما خریم، ما هیچ چی که نمیگیم. اونا میگن، اونا میخندن، اونا تجدید میکنن، یه مش مخالفن یه مش موافقن. این آقای نتانیاهو مثلا میگه پلان برای که بازی شیرین بشه، اینا همش این مخالفت میکنه، اون مخالفت میکنه، اون میگه درست شد، اون میگه فلان شد، برای اینکه این بازی بامبو رو شیرینش بکنن. فلواقع ما این 100 میلیاردی که میخوام بدن پول خوراک 10 تا بابک زنجانیه، این برش برق خورده میشه. این اصلا پول نیست که دووم بیاره، اینکه کار بر مردم نشود، اینکه هیچی نشود. حالا اروپایی فکر کنه این 100 میلیارد 90 میلیارد چه بگیره، اون بی خودی فکر کرده، اون فکر میکنه، همه دارن فکرهای بی خود میکنن. یه چیز خیلی کوچیکی که همینه میاد میره. آخر میخوان نفت بفروشن، بازم همینطور. مگه عربستان سعودی نفت نمیفروشه؟ 11 میلیون بشکه نفت اون چی داره؟ عربستان شده مغروزترین آدم از نظر اعتباریه، ولی 1000 میلیارد پول داره. اینم بعد بده تو یمن، بعد خرجش بکنه، هواپیما بهش میدن، این شوفر تاکسی نداره. 37 میلیارد، 40 میلیارد، 50 میلیارد، یه دنیای کورپوریشن ها شده توش دیگه. فکر، فلسفه، انسانیت، حقوق بشر، میگن آقا ما تحریم ها رو بر میداریم. شما یه موقع میگن حقوق بشر، ملت هم خوشحال میشن. اینجا حیوانی هر روز میادم این فدرال بینی نگاه میکنم، ببسن مدیر کل شهر لس آنجلس که آقا بهتر خودم بارو نجات بده. این حرفا نیستش که، یا خیلی کمک از اینا ما میتونیم بگیریم؟ نمیتونیم بگیریم. این توافقنامه بالاخره چیه؟ این توافقنامه خودشون هم نمیدونن چیه. هنوز من فکر کنم روشون نمیشه بگن. به نظر من اشتباه میکنن. بعد بگن آقا، بگن آقا دنیا یه دنیای دست شرکت‌های تجارتی بزرگه، ما آدم نداریم، سناتور نداریم. این کنگره رو به نظر من بعد بدن به وال استریت، بی خود تو واشنگتن چیز کنگره وجود داره. کنگره اصلا معنی نداره. تو باید 30 میلیون 40 میلیون خرج کنی بری اونجا. کی میبرتتون تو وقتی تو شاگرد اول شدی فلان شرکت دارویی تو رو استخدام میکنه، میره خوب حرف میزنه، خوب زد میزنه، تو رو خرج میکنه، سرمایه گذاری میکنه، میفرسته تو مجلس. هر کدوم اینا مال یه کورپوریشن هم تو گرفتن نشستن، حافظ حقوق اونان، مثل روزنامه اطلاعات سابقه. هر دستگاهی، هر یک از این کار میکردن چیز مینوشتن، خودشون زنشون اینا کارمند یکی از ادارات دولتی بودن که این بعد نگاه میکرد که منافع اونا رو تو روزنامه حفظ کنه، خبری بر علیهشون نباشه. یه روز که شاه میرفت مسافرت، آزادی برقرار شد. نیدونه اون شاه نیست اینو بخونه که. ما داریم، ما نمونه هاشو داریم. این توافق نامه هم هیچی نیستش، هیچی نیست. همه میخوان بگن ما کاری کرد، ولی خب پول میخوان. اون آدمایی که مفت میخورن چه پول میخوان؟ تشنه پولن. اونا برشون خیلی بفهم کنن بیاد. امکان داره فردا دعواشون میشه، فردا سر پول دعواشون میشه 100%. خود اون آقای رهبر خودش میدونه، اون میدونه اگر بخواد زنده باشه این تفنگداراشو باید بهشون برسه. همه کسانی که پادشان، همه کسایی که رهبرن، همه کسایی که رئیسن، یه آدمی باید مواظب جونشون، حیاتشون و هستیشون باشه. حالا اینا دیگه زیاده هستن. نمیشه آدم خودش تو تهران زندگی کنه، 7-8 هزار دلار بر زن بچهش اینجا بفرسته، ماشینم اینجا بگیره، بچه‌هاش رو تحصیل بخوام بکنه، خودش اونجا باشه. خودش شب که به رفیقاشو دعوت میکنه 20 تا 15 تا دختر بعد بیاره بگیره بشونه، اگه مورد استفاده قرار دارن یه نرخ داره، اگه نگرفته باشن یه نرخ داره. نه میدونین اونجا به یه وضعیت منم این روز قیامت که میگن همینه. حالا این میگن حضرت ظهور میکنه، خود همینطوری میشه ظهور میکنه دیگه. ما همش منتظریم که حضرت بیاد بیرون، که بالا سر یه چاش 50 تا خرابول گشتن بیرون نیاد.
امام هم اون تو مونده حیوانی نمیتونه پیدا. این امید ما در صورت که من بسیار دوستش دارم. ممنونم از دوستانی که روی خط هستن. اگر اجازه بدی با یکی از خودت صحبت میکنیم بعد بریم دوباره. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما جناب کاردان. جاتون خالی بود در مصاحبه با اون دو دوست عزیز مجاهد و چیک فدایی که شما یه دفعه رفتید. میدونید در شما یه صداقتی هست که اون صداقت باعث سادگی و صداقت هم با خودش میاره که آدمو شیفته میکنه. ممنونم. تلفن شما اصولا من یادم یه موقع بحثی که الان شما با آقای مسئولی دارید آقای دکتر خلاقویی بودن، ایشون که اصلا معتقد بودن نه هیچ کاری غرض نمی کنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه اگر نه مسائل مردم خوش رو حل کرد. من اون موقع گفتم بالا مردم خوش هم براشون مهم نیست، من یه آمریکایی رو میبینم با من کار میکنه روز 15 ساعت، فکر میکنه زندگی همینه، باید بیدار شه بیاد سر کار، بعدش خوابش اومد بره خونه. اون بود. ولی به جناب مسئولی یه طرف دیگر رو میگن، من حد واسط رو میگم. یه چیزایی بود، ما مردم اومدن بله حکومت یه کارایی کردن، ولی قرض ها دید داره مثلا این جریان ممکنه دستی جریان رادیکال بیفته، یه جریان مردمی بیفته. یه دفعه خمینی رو علم کرد بورد سر کار. این نبود که از ابتدا خمینی آماده باشه، ممکنه آماده بوده برای روز مبادا، ولی مردم یه کاری کردن، اونها هم این رو بلای جون آدم ها رو یه دفعه رو کردن. نظر جناب مسعودی رو می‌خواستم ببینم. ممنونم از لطف محبتتون. ممنونم. آقای مسعودی براتون توضیح میدن. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خدمتتون عرض بکنم وقتی یه اتفاقی در یه دنیای مملکتی میفته، یه سیستم و یه نظامی یه شکل دیگه‌اش میاد، نه اینکه بگم مخالف اون سیستم، میاد سر کار. اینا یه جنبه خاص نداره، اینا فرهنگیه، اینها گذشت زمان و رد پای زمان رو ما توش میتونیم ببینیم، رد پای خیلی ها رو، خیلی مسائل ما میتونیم ببینیم. گاهی یه مقدار حتی پول زیاد امکان داره آدم فقیر کنه، خیلی پول زیاد پول تو جیبی زیاد امکان داره بچه آدم هروئینی بکنه، حتی دلیل نمیشه پول بد و چیزی بدی باشه. ولی یه تاریخ یه مملکتی رو باید شما خدمت رو کنم، اون روزهایی که تاریخ داره اتفاق میفته همون زمانها شما راجبش به فکر باشین. شما نمیتونین تمام مدت 37 سال تمام خدمتتون عرض بکنم راجب دامنی کوتاه بلندی دامن نمیدن فروزان و مروزان و اون و اون و اون بشینین بنویسین، اصلا به این کارهای جدی کاری نداشته باشین، نمیدونین چه کسی اومد چه کسی در، بعد یه دفعه بخواین سیاسی بشین. نشد. مال ما مردمی که هیچ سابقه آگاهی، سابقه نگاه کردن، نظارت، می‌دونید اون چیزی که تو دنیا مهمه، هر نوع حکومتی اگر نظارت برش نباشه فاسد میشه، به سرعت فاسد میشه. ما یه آشنایی داشتیم که این انار بهش میدادن تو میدون، این انار رو تا 3 ماه درست نگه میداشت. وقتی میپرسیم ازش تو چی کار میکنی با این انارا، گفت نمیذارم یه جا بمونه، هی برش میگردونم جیاش رو، اونجا تکیگاهش رو عوض میکنم. بله اون میفهمید که باید چی کار کنه. ما یه جامعهی پیدا کردیم متاسفانه یه پولی اومد، ما پول بلد نبودیم چی کار کنیم. ما اصلاحات ارضی کردیم، یه مملکت پادشاهی میاد از مالکین از فئودال ها میگیره میده به کشاورز. روزای اولا فکر میکرد که شرکت سامی زراعی درست کنه، همه اینا شریک باشن در چیز، ولی عملا نمیشه. اینو میگیره از مالکین میگیره میده دست این مالکین. اینا نگهدارنده خدمتتون عرض کنم امنیت اجتماعی بودند، رسیدن بودن، نظارت بودن، حتی یه چیزای بدی داشتن، ولی نمیشه مالش از دستش بگیری. شما اگه یه روزی مملکت ما رو صنعتیش میکردین تو رای صنعت، به خودی خود نیروهای انسانی از ده میومدن به شهر، اون مالک مجبور بود حقوق اینا رو رعایت بکنه. ببین تصمیمات عوضی گرفتن گاهی یه مملکتی رو از بین میبره. خب حالا بذاریم که تشکر از لطفتون. ببینید تمام خطوط ما اشغاله، اجازه بدین که اولا خواهش میکنم که همه کوتاه صحبت اولا بکنم. که ما سوال ازم بکنن، خیلی حتی ایشون سوال کردن، ولی میخوام بگم که میخوام یه مسئله دیگر میون کشیدن یه کمی به درازا بشه. من دلم میخواد من تا بخوام خدا خدایی بکنه حاضرم جواب بدم، ولی وقت شماست. بفرمایید. خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
درود بر شما. درود بر شما، بفرمید. آقای کاردانان عزیز، من میخواستم خدمت نهار کنم. این آقای مسعودی بسیار مرد محترمی است، ولی این آقای مسعودی از آقایی که در تلویزیون شما تاریخ میگوین، ازشون خواهش کنم که تاریخ ها با صداقت بگوین، همین تو تلویزیون شما تاریخ میگن. همین فقط همین خواهش داشتم. ممنونم ازتون، متشکرم، مرسی. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید، ببخشید. بفرمید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. سلام عزیز. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من سوال داشتم در رابطه این که واقعا ما که ایرانی هستیم و جهان با این صورت میره، ما هم صورتمون آنچنان که وجود داره، واقعا تکلیف ما چیه؟ ما کجاییم؟ چی کار باید بکنیم؟ واقعا من سنم 65 سال هستش، چه سب سالم نمیدونم واقعا چیز شدم این دنیا، نه اختیاری داریم نه چیزی، واقعا گیر شدیم. موندم که اصلا موندن ما در آمریکا درسته یا طلاعه بریم میتونم مچکه از برمت. خواهش میکنم، مرسی. شما مشکلی داریم باید مسئله داریم برشون؟ نه خب من ویرس طبیعیه، اتفاق افتاده، علتهای مختلف داره. ما اینجا هستیم 14-15 هزار مایل بیشتر دورتر، ما به یه مناسبتی اومدیم. این آیندگانی که دارن میان تو این چند سال میان به یه مناسبت دیگه میان، اونا میان که یه جایی مطمئن بچه‌هاشون یه جای حسابی تحصیل بکنه، یه کاری بودن، پول وحشتناک با خودشون آوردن. حالا این شهری که من توش میرم، همه قربونتون مشخصن، اون تعریشی که دارن، لباسی که دارن، کفشای لخلخی که دارن میپوشن، اینا نشون میده اینا تازه واردن. اونا به یه مناسبت دیگه اومدن، اونا اومدن اینجا، بچه‌هاشون اول فرستن با بورس تحصیلی که بی خود بوده، اومدن تو خارج تحصیل بکنن. خیلی اومدن اینجا کرسی‌های خریدن، یه چیزایی باز کردن، مثلا حدیث رشته شده، اون یکی نمیدونم و نهج البلاغه شده، یه رشته دکترا میده. اینا همه ریختن اینجا، اینجا ریختن، اینا به یه مناسبت، اینا اومدن مال دزدیشونو بیارن، مورد انتقام جویی قرار نگیرن، خدمت کردن یه جایی که تنفس بکنن نگیرنشون، چون هر کدومشون نیام کنه. یه چند باقی همین آقای احمدی نژاد دو تا از معاونیشو گرفتن زندون کردن، به دزدن اینا دزدن. خب معلومه دزدن، کی دزد نیست اونجا، چه کسی دزد نیست، اونو بگین یه نفر رو اینجا پیدا کنین، تمام دستگاه پیدا کنین دزد. در صورت بفهمید، خواهش می‌کنم. آقای کاردان، درود بر شما. درود بر شما. درود بر مهمان گرامیتون. خواهش میکنم. من همسن سال آقای مسعودی هستم. در 28 مرداد من 16 سالم بود. عرضتون که برسد، ایشون میدونن در 28 مرداد وقتی که این اتفاق افتاد، ببخشید صدای تلویزیونتون رو باید کم بکنید که بتونید با من صحبت کنید. معذرت میخوام، اگه صدای تلویزیون کم نکنید مجبورم صداتون رو قطع کنم. بله، قبل از 28 مرداد حزب توده یک تظاهراتی رو در تهران انجام داد که تمام دنیا واقعا نشدیدن. انقدر توده ای ها در تمام ارگان های مملکت دست داشتن. و بعدش انگلیسی ها هم یک توده قلابی درست کردند در تمام کوچه ها، درود بر رفیق استالین و پرچم داعش کش به بالای بعضی از ساختمان های دولتی بردن و تمام این کارها را هم انگلیسی ها کردند. در نتیجه چند ارگان در مملکت تکون خوردن که یک کاری بایستی بکنن. یک روحانیون بودن، روحانیون میدونستن اگر توده یا سرکار بیان دکون اونها که بسته شده. دوم مالکین بودن که عشایر رو در روز 28 مرداد، عشایر رو در تمام شهرستان های ایران بیرون ریختن. سوم هم ارتش بود، میدونست که اگر توده ها سرکار بیان، چون توده ها در ارتش فقط یک شبکش که شبکی خسرو و روزبه بود، بعد از 28 مرداد کشف شد 600 افسر اوزش بود، که اگر توده ای ها سر کار بیان، باقی مونده ارتش را قصد عام خواهم کرد. اجازه بفرمایید، معذرت میخوام، بفرمایید.
مطالبتون رو شنیدم، خیلی ممنون، امیدوارم دوستان سوالشون رو مطرح کنن نه نظریاتشون رو بگن در این مورد. ممنونم از تلفنتون. اگر نکته‌ای دارین بفرمایید. خدمتتون عرض بکنم، اینی که انگلیس‌ها این کارو کردن اونا کردن، نه، اینا انگلیس‌ها که خب دشمن مصدق بودن. انگلیس‌ها این همکاری اتحاد جماهیر شوروی رو در برانداختن مصدق با دادن اسرار اتمی توسط یک از جاسوساشون به روسیه تلافی کردن. اینا همیشه روس‌ها و انگلیس‌ها با هم دیگه دوستن، کنار میان، علل خصوص برای مقابله با امریکا، برای قدرت تازه. نه اینا نیست. میدونید ما متاسفانه همسایه بدی داشتیم، کارش نمیشه کرد. این عربا میگن اجار قبل دار، اول خونه بعد اول همسایه بعد خونه. خدمتتون عرض کنم، نه گفتم این داستان مسئله سیاسی ایران مسئله فقط تو خیابون نیست، تظاهرات مردم هم نیست، روحیه مردمه، میزان ترسشونه، میزان عدم امنیتشونه، اینا تمام دخالت داره. گاهی فکر میکنن که باید یه چیزی عوض بشه، که نباید عوض بشه، ما اسیر بازی ها میشیم. ممنونم. بفرمید. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید جانم. من دوست دارم با جناب کاردان صحبت کنم. من صداتون رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه، بفرمید، خواهش میکنم. جناب کاردان، درود بر شما، درود بر مهمان گرامیتون جناب آقای مسعودی. من از جناب آقای مسعودی چند تا سوال دارم. یکیشو سوال کنیم برای اینکه بتونیم با بقیه دوستانون هم صحبت کنیم. بفرمایید. جناب مسعودی فعالیت سیاسیشون رو در ایران چه سن سالی شروع کردن؟ و میدونم ایشون آدم مطلعی هستن و یه هنرمند هستن. ضمناً وقتی به امریکا تشریف آوردن، در امریکا چه کارهایی کردن؟ و سوال آخرم این است که میزان تحصیلات اکادمیک جناب مسعودی در چه پایه‌ای است؟ خب این یک سوال نشد. بفرمایید، سوالای متعددی، ولی به نظر من اصلا مطرح نیست که میزانه. البته من میدونم. نه، ببین آقای کاردان، خدمتتون عرض بکنم، این اول که من سنم که برای ایشون نمیگم، من همیشه سعی کردم بپوشونم. خدمتتون عرض کنم نگم که آقا نزدیک 80 سالمه. نه، نمیخوام بگم. حالا ایشون میخواد زیر پای کنده پاره بکشه بیرون بگید من چی هستم. نه، من مثل همه آدمای دیگه بعد از اشغال ایران توسط روس‌ها و حکومت فرقه دموکرات، من خیلی زرج می‌کشیدم به همون حالت بچگی. من پدر من نماینده مجلس بود تا دوره پنجم مجلس، بعد کسانی بود که رضا شاه تبدیلش کرد به ترکیه، بعد اومد استاد ادبیات عرب بود، خدمت جز آزادی خواها بودش. تو خونه ما همش بحث سیاسی بود. من یادم میاد پیش از سال 1320 ما یه رادیو تلفن کن داشتیم که در حدود 2000 متر بدون اغراق این سیم برای آنتن داشت. یه آقای ارمنی بود که این صبح به صبح یه باتری بزرگ، موقع باتری خیلی بزرگ مثل باتری ماشین بود، ماشین بزرگ اینو می آورد، با گاری می آورد در خونه ما میذاشت، باتری شب قبل رو می برد که ما بتونیم رادیو گوش بدیم، چون برق اونجا موقع ساعت 5 و 6 بعد از ظهر مثلا ده شب هم میرفت مولا حاج امین زر بود. خدمت تو منزل ما همش بحث و صحبت از این بود. دوران تبعید پدرم بود، دوستایی که میگرفتن میشستن دور هم، بقیه نمایندگان مجلس، بقیه آدمای تحصیل کرده. پدرم کلاس درس ادبیات عرب داشت. منزل ما منزل سیاسی بود. من 6 ساله بودم مارشال رومل میشناختم، میدونستم الان تو شمال افریقا بعضی ها میگفتن این همه جا هست، هم میتونه تو مصر باشه، هم میتونه تو مراکش باشه، اصلا یه عجوبه خاصیه. ما فکر میکردیم که باید بیان این انگلیسه رو، اینا فقط آلمان هستن که بر میدارن. ما تو همون بچگی اون موقع، بعدش هم وقتی دیدیم که پادشاهی ما رو میبرن سواری کشتی میکنن میفرستن به جزیره موریس، انجا میفرستن به جوهانسبورگ، یه ذره بعدمون اومد مگه اینا صاحب این مملکت هم؟ مگه تو این خیابونا که من رو میدم این امپی های امریکای انگلیس ها فلان، باقچه هندی ها، هندی ها قرق شیبی شد، تیفوس و مملکت کرده بودن، قحطی شده بودش. ما با اینا بزرگ شدیم، ما همچین بچه مدرسه بچه خوشبخت نبودیم. بعد 10 سالم بودم مادرم بود، بعد 6 ماه بعد پدرم مردش. ما زندگی رو چشیدم. من یادم یه دبیرستان که بودم ساعت 4 بعد از ظهر میرفتم دوزان باختر بود، تازه استخدام شد برای غلط گیری، میرفتم تبر تحصیل
یعنی رفتم اونجا ده شب برم اچشام عشق میمد خسته بودم من محصه. نه ما بعد سن 14-15 سالی آشنا شدیم با این مش برخورد که کردیم. اینا ناسیونالیست بودن، فروهر بود، اون بود آقای مرتاد فلان بود، اینا همین آقای انقطاع که اینجا هستن. ما اومدیم پاجانیست شدیم، فلات ایران به زیدی پشم بزرگی جلال اون مملکت. بعدش هم اومدیم ایده میگه پیرمرد، یا خب اومدیم پیرمرد یه حرفایی میزنه به وقتی نزده بودن. سابقهش بد نیست، کسی حمله میکنه چیز بدی ازش نداره بگه. مصدق دوستش داشتیم، عاشقش شدیم. بعدش 28 مرداد پیش اومد، روزنامه در اومدش، روزنامه آرمان ملت بود، روزنامه راه مصدق بود. ما رو گرفتن، گرفتن یه 2 سال و 7 ماه گوشه زندون بودیم، بی خود بی جد. نه چریک بودیم، نه نوکر انگلیس بودیم، نه نوکر یه بچه بودیم که رفت دوست داشتیم. یه 7 ماه تو مجرد بودیم، زخم مردی. نه میدونی ما سیاست باز نیستیم. آخه مردم خیال میکنن که ماها سیاسی هستیم، اصلا کسی سیاسی نیست. ما مبارزه اجتماعی داریم، سیاست مال وزارت امور خارجه است. این به اون دروغ بگه، اون راست بگه، با هم دیگه موافقت نامه بنویسن، از این کلک‌ها جور بکن. ما میگفتیم آقا این خونمون به خدا میشه از این بهتر باشه، قشنگتر باشه، این مردم میتونن خوشبخت‌تر باشن. ما تو خیابون گرسنه نبرداشته باشیم، این خیابونا اسفالت شه، لباسه پاره نباشه، این تای کفشا سوراخ نباشه. ما سیاسی نبودیم. این آقا میخواد ببین من تو کدوم وزارت امور خارجه زندگی میکنم، دکترای چی گرفتم، در اینجا فلان بودم. اصلا نه آقا، این حرفا نیستش. من بچه اون مملکتم، دلم بخواست خوشبخت باشم. همین. ممنونم ازتون. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. جناب کردم، سلام عرض میکنم. سلام از منه، بفرمایید. خسته نباشید. من میخواستم عرض کنم خدمتون که جناب آقای مسعودی این چنین بدبینی که دارن به جامعه ایران و به تمام پدیده های اجتماعی در جهان چگونه است که شما ایشون رو دعوتش میکنید؟ ایشون توهین بزرگی کردن به دخترانی که در جنبش سبز شرکت کردن. ایشون گفتن خود را میخواستن بفروشن. نه ای اجازه بدید نه آقا شما گوش بکنید، تو رو خدا اصلا گوش نکردید. ایشون هرگز راجع به دختران جنبش سبز صحبت نکرد. من تو قمر میگم آقا این توی خیابونا که برمیدارن، آدمایی که برمیدارن، این که در قطر میرن، این که در دبی میرن، اینا که میرن اونجا کاسبی میکنن، اینا که میگن آقا کلیشون ایج گیرن، وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه بچه های خیابونی که خودشون میگن 2 میلیون بچه خیابونی داریم، این عکسایی که تو کارتون بچه ها رو نشون میده، اینا مال اونجاست، هیچ کدوم مال زامبیا نیست. شما نگفتم، پس اجازه بدین در حقیقت بعد بفرمایید، خواهش میکنم. شبتون بخیر آقای کاردان، آقای مسعودی، خیلی ممنون. خواهش انتهای شیرین آقای مسعودی. من سوال داشتم از ایشون. ایشون گفتن که کودتای 28 مرداد روسی بود و بعد اضافه کردن جوری که من متوجه نشدم که ارزیابیشون از کودتای 28 مرداد مثبت، یعنی چیز مثبتی اتفاق افتاد یا منفی اتفاق افتاد. در اصل الان خودشون اشاره کردن که پانیاریست بودن، در افتاد به سر مصدق بودن. و سوال دوم، ایشون در مورد کوپریشن ها صحبت کردن، گفتن که اینان که دارن میچرخونن و من فکر منم باشون موافقم، منطقه میخواستم ببینم مبارزه با امپریالیسم چجوری شما چجوری ایشون توضیح میدن؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی مخالفتش یا حرکتش یک نوعی ضد امپریالیستی ارزیابی میشه یا نه؟ چون من این چیزی که بحثی که با خود دوستم که تو آمریکا هستم، دو تایمون هم مخالف جمهوری اسلامی بودیم ولی الان با هم اختلاف نظر پیدا کردیم. از تلویزیون گوش کنیم. بفرمایید، خواهش خدمتتون عرض بکنم. امپریالیسم مارکس در این کتاب دست نوشته های مارکس که بعد از انقلاب اتحاد جماهیر شوروی شدش، ایشون یه کتابی دارن دست نوشته هاشون. ایشون میگن که تو دنیا سوشالیسم یک مکتب سیاست، یه چیز درست ملیه، خدمتتون عرض بکنم، و میتونه این تبدیل به امپریالیسم بشه. این امپریالیسم که نظارت نکنن کپیتالیسم روش، کم کم قده میشه، آدم ها اینه میخرن، اونه میخرن، اونه میخرن، گنده میشن، میشن تراس، میشن امپریالیسم.
میگفت تا اونجاش هم مهم نیست، شما به امپریالیست فوش میدین، امپریالیستون میزنی همشه نفرینش میکنی، بیست دماغش را زگیر در داره. یه موقع میشه امپریالیست بدون هویت و ملیت میشه. امروز امپریالیست بدون هویت است. شما نمیدین به چه کسی باید فوش بدین، شما نمیدین با چی باید مبارزه بکنین. این دنیا اینش فرشه. علتش هم عدم نظارت مردمه. این عدم نظارت مردم برای اینکه مردم براشون تفریح درست میکنن، تماشا درست میکنن، ماجرا میسازن، فیلم میسازن، هزار یک کار میکنن که اینها، این مردم از نظارت غافل بشن. بزرگترین ناظر چیه؟ مطبوعات هم به جای دنیا. یه روز یه آقای امریکایی مطبوع، آقا تو اینجا میگیری میتمرکی، تو نگم روزنامه بگیری بخونی. گفتم برای چی روزنامه رو بخونم؟ گفت برای خبر. گفتم این روزنامه لس آنجلس تایمز دست توست، 75 سنت خریدی دیگه بکنه. گفتم این $13 کاغذ رو چاپ برده. چی؟ گفتم اینی که این روزنامه رو این پول روش میذارن در میارن، میخوان حرفایی که خودشون میخوان به خورده تو بدن. اینا خبر نمیخوان به تو بدن، هیچی به تو نمیدن. اون آگهی های یه صفحه ماله لوله بازکنیه، فلان چیز نیستش، لوله کش نیست. اینا 150,000 $20,000 این آگهی ها رو میدن، این رو زنده نگر میدارن. هم در ضمن این هم مؤسسه مطبوعاتی رو دارن، هم از مالیات چون اونور کسب میکنن. یه مش نویسنده و متفکر رو میخرن با اون حق و تعدیدی که بهش میدن. ببین داستان، داستان نظارت. مردم نظارت رو گم کردن. من نمیگم چاره‌ای داره، دکترش هم من نیستم که چیکار میخواین بکنین، ولی خفتگی خطر رو احساس میکنم. درست مثل اون اصلی که میفهمه که این زلزله داره میادش، داره میاد میلرزه. من نگاه که میکنم میبینم من بدبین نیستم، مربوطه اومدم که مثلا مردم میگن آقا هیچ کاری تو، نه مردم میتونن خیلی کارا رو بکنن. مردم در ایران میتونن روزنامه دولتی نخرن، میتونن رأی نرن بیرن. نمیگم برن تو خیابون دادگار کنن، میجنن پدر صاحبشون در میارن. هر کس اینا رو وادار میکنه تو خیابون بیاد، میخوان شناسایی بکنن. آدم های شجاع رو شناسایی کنن، قالشون رو بکنن. هیچ آدمی توصیه نمیتونه بگه برو تو خیابون. مگه نهضت مقاومت ملی فرانسه برای مبارزه با آلمانا خدمت گفت این تو خیابون شعار بدی؟ میگرفتن میکشن تیک تیکه شون کرد. ولی یه کاری کردن، امنیت اونا رو از بین بردن. دیگه سرباز آلمانی بعد ده تا هی راه میفتن تو خیابون رو میرفتن. نه، ما اونهایی که تو کار به قول تو اپوزیسیون هستن و نگه مردم هستن و میخوان سردمدار بشن و پای اعلامیه ها امضا میکنن و عکساشون رو میندازن، یکی با موافقتنامه بود، یکی موافق توافقنامه، ما میخوایم توصیه میکنیم، یکی میگه بکنیم، یکی میگه. اینا یه باش آدم های حالو هن، آقا حالو حالویی که میخوان اسمی داشته باشن. حتی یه نفر که میبینه چون یه دفعه 50 نفر امضا میکنن تسلیت میگن، یه رو فقط عشقش اینه بگه مام بله مام قاطی فران هست. این آیه کاردان، من یه چیزی میخوام بهتون بگم، بیایم با انصاف باشیم، با انصاف به حوادث، به رویدادها نگاه بکنیم. اصیل اینه که خالمون چی گفت، پدرمون چی گفت، مادرمون چی گفت، این مصدق اومدش نمیدم قضات و فلا بازشسته کرد، افسرهای ارتش رو که ایشان عموی من بودش بازشسته کرد، نباشیم. ما مملکتمون رو متاسفانه کسی نیست نگاه کنه، دنیا آزادیاشه کسی نیست نگاه کنه، نظارت بکنه به سیستم ها. خب اینجا یه دفعه به دنیا میاد، نه اینکه اینا بی خطر باشه، نه اینکه اینا موفق باشه، نه، یه میلیارد 700 میلیون اونجا آدم خوابیده، یه میلیارد خورده تو هندوستان خوابیده. اینا خدای نکنه، اگه خدا نکنه بلند بشه، خدا نکنه یه دقیقه چین چان چون ایران کنه، آقا همه آدمایی که اصلا در مرز منچوری برن به منچوری برن به طرف غرب، غرب قضا داره، فلان داره، خلاص داره، میگو داره، فلان داره. شما میدین چی میشه؟ چندین میلیون آدم را میرن تو دنیا بعد از این تظاهرات، این مسائل پیش میاد. یکی یه دونه انقدر دستشون مرتب با هم دیگه حرف میزنن، صحبت میکنن، توطئه میچینن، رسوا میکنن. بگه همین آقای اسنودان نبودش؟ همین دیروز گفت آقا جان من این آقای ابوبکر بغدادی یه سال تو اسرائیل چیز میده، دوره میده، باش کرد. اینجا فاش میشه، اینجا همیشه نمیمونه چیزی. بله، اینجا مهمش اینه نظارت بکنن مردم،
نمیدونم چجوری، من نه دکترم نه رهبرم نه راهبرم، یه آدمی هستم که یه سر دیدم یه سر باور دارم، باورهای منم باورهای مکتبی نیست. من موقعی که نقاشی میکنم نمیگم من فقط امپرسیونیست کار میکنم، نقاش میکنم یه آدم احمقی هستم، من تمام بر هیچ چارچوبی نمیذارم، هر نوع فکری یه نوع مطلب نویسه که هستم. وقتی میبینم پولی نصیب نمیشه درست مینویسم، راست مینویسم، سعی میکنم اون چیزی که واقع بهش اطمینان دارم بنویسم. نه، شما موقعی برای پول اومدی کار کردی، موقعیت مقام اینه که من همه رو کنم راضی کنم. من اومدم اینجا یه مقدار اطلاعات دارم میدم، یه تون میدم تلفن میکنم یا من تو پول از اونجا گرفتی، از حسن آقا گرفتی، اکبر گرفتی، فلان. نه نیست، ما ها آدم هایی از پاک باخته هستیم، یه آدم هایی هستیم که آرزو داشتیم، فقط تمام وجودمون آرزو بوده، آرزو بهروزی بوده، آدم چیزی نبودیم، بگم متعین نبودیم. ممنونم علی، مرسی، ببخشید دوستان همه رو خدا قد معطل شدن. بفرمید، خواهش میکنم، بفرمید خواهش میکنم. حالا بفرمید، خطو که میمونه، بفرمید خواهش میکنم. سلام از کدم جان دار کاردار. سلام از من. درود به شما و مهمان عالی قدر و عالی جنابتون، جناب آقای منصوری، که من از بچگی خدمت خانوادهشون ارادت داشتم. خواهش میکنم جناب کاردار. من حدود 7-8 سال از ایشون سنم کوچیکترم، بچه بازارم، بین اطلاعات و میدان اعدام. قشنگ مسائل 28 مرداد رو یادمه، آقای مصدق و اون برنامه و همه اینا. پدرم هم از پالکی های آقای دکتر بقایی و الله‌یار سالم و این چند نفر دوروبر آقای دکتر مصدق بود. من یادم میاد که روز قبل از 28 مرداد ما همه این چند روز رو تو خیابان سر کوچه استاده بودیم. پدر من آمد منزل و تابستون بود، کلاه حسیزه رو برداشت رو تخت منزل پس کرد. پدر من کسی بود که جونش رو میداد برای آقای مصدق. وقتی شروع کردن عرضه ملی بفروشن، من دختر بچه مدرسه ایران بودم، همه 5 تومن ورده بودن یه دونه قبض بخرن، این به من 50,000 تومن اون موقع داده بود که منو رو میز بردن و تشویق کردن، یعنی اینقدر ارادت داشت. ولی روز 27 مرداد آمد منزل و کلاشو کوبید رو تخت زمین، گفت ای بابا این بی همه چیزم خائن از آب تر اومد، مملکت رو داد به روسا، به توده‌ای ها. اینو داشته باشین تا انقلاب شد. به اون که جبر زمان من و شوهرم و بچه هم ناچاران رفتیم به پاریس زندگی کردیم. در اونجا اجباراً با خبرنگاری ما آشنا شدیم و رفت آمد خانگی که بدیم. من میتونم خواهش بکنم کوتاه بفرمایید؟ الان خواهش میکنم. اسنادی رو اونجا دیدم که تمام اینام حاکی از اون حرف پدر من بود. سوال من از جناب مسعودی اینه که شما همون در یه جمله دو جمله برای من توضیح بدین که این چی بود جریان، آیا واقعا ایشون داد دست توده یا مملکت رو؟ خیلی سپاسگزارم. خب همین شبهه رو به وجود آوردن که مردم در مقابل 28 مرداد تو خیابون نیومدن، خدمتتون عرض کنم سر سپردن به این که دو مرتبه شاه بیادش. یعنی این داستان این مردم باورشون شد، همه باور کردن که مصدق تا دست دست توده‌ای داره میده، که مصدق اصلا قوایی نداره، شهربانی، ارتش، اینا همه قدرت گرفته بودن. اینا قدرت داشتن. اینا شما نگاه کنین یه سازمانی هست، سازمان کاجیبی، که این سازمان کاجیبی اولین راه نفوذیش ایدئولوژیه. اول به ایدئولوژی، بعد تاریخ خودشون. روزی که آقای لنین اومدن سر کار نشستن، وقتی گفتن تمام قراردادها و معاهدات امپریالیستی روسیه از بین رفته، ملت ایران صاحب خودش هستش،
ملت آزاده ملت ایران. ایران؟ بله، بانک استقلالی روس رو به ایران پس داد، اون داد گفت آقا جون ما این قراردادی که با انگلیس داریم سال 1900 این همه مالی تموم شد، ما از این از الان یه ایران بزرگ همسایه خوب میخوایم. این نطق آقای لنین بود. خب یه مقداری از متفکرین ایرانی اون موقع جذب شدن، یعنی این چه اردوگاه قشنگه، چه یارو اومده داره میخواد پدر صاحب انگلیس ها رو در بیاره و قراردادش هم چیز که از مالش و از اینا گذشته و به سربازاش دستور دادن روسیه تزاری انجام بدیم بیرون. خب این یه نقاط اولیه بود. بعدش هم خدمتتون عرض کنم، اینا مسئله نفوذ، مسئله فقر مردم بود. فقر مردم اینی که برن توی یه اردوگاهی که توش غذا هست، همه چیز رو تقسیم کردن، همونی که فکر کردن زمان انقلاب اینطوری میشه، دنیای مستضعفین میشه. ببینید ما این روحیه مردم رو در یه لحظاتی رو نادیده میگیریم. این سن هم مسئله نیست، مسئله وارد شدن اینی که یا پدر ایشون درسته، احساسات آدم ها درسته، ولی اون چیزی که اتفاق افتاده ما سالهای سال راجبش فکر کردیم، دیدیم از کجا خوردیم، در صورت این اطلاعات رو داریم میدیم. من نمیگم اینا همش دارم. من از یه دریچه پنج تا پنجره داشتم، پنج تا پنجره بیرون نگاه کردم، امکان داره یه نفر دیگه از یه بره دیگه نگاه کرد توی چه تازه بدونه. ولی اونی که من میدونم مال ما کمبود عقل بوده، کمبود عقل در زمامدارای ما بوده. دو دسته به نظر من تو ایران بش بودن، چیزی نمیدونستن از مردم. یکی شاه دوربریاش بودن، یکی مخالفینش. متاسفانه این دوتا هیچ از مردم نمیدونستن، اندازه بردباری مردم رو نمیدونستن، خواسته های مردم رو نمیدونستن، اینا چی میخوان نمیدونستن، حتی مخالفانشون بله نمیدونستن، هیچی نمیدونست. هر کسی یه چیز خاص، یه تصویر خاصی درست کرده بود از مخالف خودش، یا خیلی زشت بود، یا چشا چپ بودش، یا آدم بدکاره بود. اینا همه آدم ها اینو درست کرده بودن. و این برای چون همسال آقای فروهر و دیگرونی که اینا بودن، اینا هر کس تو خیابون بید اولی میترسی سلام علیک با اینا بکنه، نه گذاشت نه با این سلام علیک بکنه. اینا کاملا بیخبر بودن. آقای شاپور بختیار آدم نمیشناخت، سرزمینش رو نمیشناخت، آدم خیلی لوره، خیلی شجاعه، خیلی آدم خوب، فهیم، تأثیر کرده، شاعر، شعرشناس اینا، ولی مرد سیاست نبود، نبود. این استاد دانشگاه بعد میشد، استاد دانشگاه میشد، لیدر یه حزب میشدش، میذاشت این بوده تکنوکرات باش کار بکنن، برای آدم داشته باشه و اگه حکومت دست گرفت وزیر بتونه انتخاب بکنه، نه اینکه علالله کسی رو گیر نمیاره بکنه. یا خود مصدق همینطور، شما نگاه آقای فضل الله زاهدی وزیر کشورش بود، از میون این آدم ها بقایی و مقایی هیچ کنون توی دولتش نیبرد، چون میدونی خود این استمرار دیکتاتوری توی سرزمینی، انسان ها همدیگر رو نمیشناسن، تیم ندارن. یه روزی من این آقای حسین مهری 14 سالی بود گفت دولت تشکیل بدیم، من شدم نخست وزیر، وزیر جنگ، ایشون شد وزیر فرهنگ. آقا ما 3 سال تموم گفتیم آقا پرویز حسین که آقا این که دوست این که میره خودکار میدوزد، خودنویس میدوزد، خراجی پوشی آقا اون پولایی رو بنده. ما آقا نتونستیم، ما یک کابینه تو عالم بچگی نتونستیم درست بکنیم، هم بریم اون یه دولتی شدیم. در صورت ما دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و خطوتمون هم اشغاله، با یک یا حد اکثر دو تا خط دیگه صحبت کنیم. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید خواهش میکنم. الو، بفرمید خواهش میکنم. آقا ببخشید من از ایران زنگ میزنم، من رو هولد گذاشتید آخرم قطع شد. نه بفرمایید، الان داره صداتون پخش میشه. از کجا ایران صحبت میکنید؟ من از ایران، از تهران صحبت میکنم. بفرمایید، در خدمتتون هستم، صداتون داره پخش میشه. آقای کاردان جونم، من واقعا از شما و این مهمان عزیزتون تشکر میکنم برای این همه آگاهی و فهم و شعور و درکی که ایشون دارن و تمام قضایی رو خیلی راحت میگن. من از ایران شمال شهر تهران صحبت میکنم. متاسفانه مملکت ما یه جنگل وحشتناکی شده. من فکر میکنم حتی گرگ تو بیابون اگه گرسنه است
یه گرگ یه ریوونی رو که پیدا میکنه پاره میکنه میخوره، سیر که شد تتمهش رو میذاره بقیه بخورن. ولی دیگه الان تو مملکت ما هیچ کس اجازه نمیده که هیچ کسی راحت زندگی کنه. اونی که فهم داره، اونی که شعور داره باید تو انزوا بمونه. اونی که نفهمه، بیشعوره، خودفروشه، خیلی راحت از شمال شهر تهران گرفته تا جنوب شهر تهران تا تمام شهرستان ها همه خودفروش شدن آقای کاردار. خیلی متاسفم که مملکت به این فاجعه رسیده. اگر شما یک نفر آدم سالم اینجا گیر بیاری، اون آدم بخواد یه اجتماعی رو سالم بکنه، کلاس بذاره، درس بذاره، یاد بده، فهم و شعور به آدم ها، اون کجاش گوشه زندانه. تمام اون کسایی که تو مکتب اون میرن جاشون گوشه زندانه. ما با وحشت تو این مملکت زندگی بکنیم، ما یک روز راحت نداریم آقای کاردار. ما بدبخترین موجود روی زمین شدیم. تمام ثروت ما داره میره تو لیبی، داره میره این برابر. مردم ما واقعا اونی که فهمیده است گرسنه است. من به شما در آن واحد میتونم سه تا دختر جوان مهندس رو که تحصیلات عالیه کردن گوشه خونه الان نشستن از زور ناراحتی هومسیک شدن، برای اینکه کسی رو ندارن که با این آقایون کار بکنه. اینا برن سر کار، کار مال ایشوناست، نه مال آدم های فهمیده. جوانای ما نابود شدن، اگه هرچی در بیارن نمیتونن حتی یه اجاره خونه بدن. آقای کاردان من متاسفم، من خوشبختانه فقط خودم تک تنها اینجا هستم، هیچ کسی رو اینجا ندارم و دست من به دهنم میرسه به اندازه که بخورم. ولی من یه انسانم، وقتی که نزدیکترین دوست یه دختر جوان ما من دوسته میبیرم از تای دل عشق میریزه، دنبال کار میره و کار نیست، تحصیل عالیه داره ولی نمیره خودفروشی کنه. ولی خودفروشه خیلی راحت، ماشین همه چی داره. شما نمیدونید چه فجایعی در این تهران به وجود میاد. حتی من 8 سال توی یه روستا زندگی کردم، فاجعه‌ای که تو اون روستا دیدم هیچ جای دنیا ندیدم. آقای کاردان من اومدم آمریکا، من همه دنیا رو گشتم، من میدونم اون کسی که بغل اون خواننده وای میسه میرقصه کیه. یه مکزیکی بدبختی که از مکزیک فرار کرده اومده در اولی فرصت میخواد بغل یکی یه بچه به وجود میاره که از دولت پول بگیره، کنار اون خواننده وای میسه با $10 میرقصه، ولی دهاتیه نمیدونه. این دیش ماهواره تا عمق روستا رفته. منم که ساعت 5 صبح پا میشم برنامه فهمیده شما انسان وارسته رو گوش میدم، ولی اونا وای میسن چی رو گوش میدن؟ فلاکت دماغش اینجوری کرد، لبش اینجوری کرد، لبش اینجوری کرد، ما چرا نکنیم؟ حالا نمیتونم بکنن، خودفروشی میکنن. باورتون بشه که تا تو روستا بچه 13 ساله خودفروشی میکنه. مرد و زن کثیف شدن، آلوده شدن. مازندران کثیف‌ترین جایی شده تو مملکت ما. تمام اونجا ویلا، شهلا، شهبر، مواد مخدر، هر چی که بگین وجود داره. آقای کاردان مملکت ما فنا شده. هر چی آدم فهمیدم هست گوشه زندانه، یه انگی بهش بستن گوشه زندانه، زیر قلوز زنجیره. آقای کاردان من خودم، همسایه من زن 70 ساله با 3 دریچه قلب عمل شده، 2 سال پیش این آقای ملا بنویس دادگستری بوده، سر پارکینگ، سر زور گفتن. من الان 18 سال شوهرم فوت شده، من 6 روز زندان انداخته. من زندان قرچک ورامین با تمام دزدا، قتلا، آدم کشا اونجا بودم، چون یه قاضی بی سواد، بی شعور، احمق، همدانی، کسافت و لجن این آقام دست دادگستری چی پرونده بر من ساخته. من وقتی که رفتم تو زندان همه به من گفتن خانم شما چه جور میکردی؟ مریض، حال خراب. من 3 سال بستری شدم آقای کاردار از دست همسایه. شمال شهر تهرانم زندگی بکنم، نه جنوب شهر تهران.
ممنونم از لطف و محبت شما. جنوب همه عوض شده. نه دیگه دلمو نسوزونید. آقای کاردار، من عموی من اولین کسی بودی که مدرسه اون موقع دانشسرای علم و صنعت بود نه دانشگاه. من ممنونم از لطف و محبت بسیار محبت. من دکتر مهندس زرمر بود که با مجله تهران مصور با آقای مهندس والا کار میکرد. من توی خانواده درجه یک به دنیا آمدم از نظر عقل و شعور و فهمی. من بسیار ممنونم. اجازه بدید، اجازه بدید. من همسایه میندازه گوشه زندان. خدا وقت برنامه برای من زندان نبوده آقای کاردار. وقتی که اومدم روز پیش روز بعد دوباره برای آوردم پیش قاضی، چون تمام دکترای زندان برای من بلند شدن، من رو فرستادم پیش قاضی. من گفتم آقای قاضی شما من زندان ننداختی، من دانشگاه انداختی. من ممنونم از لطف و محبتتون. بسیار بسیار قشنگ صحبت کردین. ببخشین که زمان برنامه بیشتر از اون چرم که باید باشه ما ادامه دادیم. آقای مسعودی عزیز ممنونم از لطف و محبتتون. ما الان باید 6 دقیقه پیش برنامه رو تموم میکردیم. خب قربون برها صحبت ایشون سعادت داشتیم بیشتر نگاهتون کنیم. قربون شما برم. تشکر. امیدوارم بازم محبت کنید برنامه ما بیاید. بس